موضوع امروز ویدیو ما راجع به شب زفاف هست و نکاتی که عروس دامادهای عزیز باید برای تجربه برقراری اولین رابطه جنسی خودشون رعایت کنن و بدونن. فراموش نکنید که لطفاً حتما کانال را سابسکرایب کنید و حمایت‌های خوبتون رو از ما دریغ نکنید. و سپاس فراوان از عزیزانی که در سراسر دنیا کانال رو سابسکرایب کردن و تماشا میکنن و لایک و حمایت‌های خوبشون باعث دلگرمی ما میشه. خب دوستان، شب زفاف برای ما مسلمون ها و دری زبان ها و فارسی زبان ها بسیار بسیار مهم هست. یعنی در واقع اولین رابطه جنسی دختر و پسر بعد از ازدواج به عنوان زن و شوهر بعد از تمام شدن مراسم عروسی در همان شب، یعنی شب زفاف اتفاق میفته. و یک سری نکات و آموزش هایی هست که عروس دامادها باید قبل از برقراری اولین رابطه جنسیشون در شب زفاف باید بدونن، چون خاطره این شب و اتفاقاتی که در این شب میفته تا سالهای سال و یا شاید هم تا آخر عمر تو ذهن عروس و داماد، مخصوصا عروس خانم ها، لحظه لحظه این شب به یادشون میمونه. پس سعی کنید این شب رو برای خودتون رویایی و خاطر انگیز کنید و با ندونم کاری و یه سری اشتباهات خرابش نکنید. خب اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که هر دختر و پسری، البته بیشتر دختر خانم‌ها، از اینکه این شب چطور خواهد گذشت نگران میشن و کاملا طبیعی هست و این باعث ترس، استرس و اضطراب بیش از حدشون میشه و برقراری رابطه جنسی با این حد از ترس و استرس و اضطراب درست نیست. پس اول سعی کنید راهکارها و راه حل‌های رو انجام بدین که این ترس و استرس و اضطراب رو به حداقل برسونید. نکته دوم، توصیه میکنم که حتما برای تشخیص نوع پرده بکارتتون به پزشک متخصص زنان مراجعه کنید و برگ سلامت بگیرید و اطلاعات کافی رو به دست بیارید، چون همونطور که در یکی از ویدیوهای قبلی راجع به انواع پرده بکارت توضیح دادم، بعضی از پرده‌های بکارت خونریزی ندارن و این مسئله باعث شک و شبهه و اختلاف بینتون نشه و بعضی از پرده‌های بکارت هم خیلی سخت برداشته میشه، پس باید اطلاعات کافی داشته باشید و دیدن این ویدیو رو که راجع به انواع پرده بکارت هست رو به شما توصیه میکنم. نکته سوم اینه که قبل از برقراری رابطه جنسی زوجین با هم صحبت کنید، حرف بزنید. منظورم بیشتر آقایون هست. با خانومتون حرف بزنید و بهشون اطمینان بدید که انتخاب درستی کردن و یک عمر زندگی خوب و خوش در انتظارشون هست و حرفای عاشقانه بزنید و راضیشون کنید برای برقراری رابطه و اصلا کاری به اجبار انجام ندید که اصلا نتیجه خوبی نداره. و بعدش معاشقه طولانی داشته باشید و تا آمادگی کامل رو پیدا نکردن همسرتون دخول رو انجام ندین، چون خانم ها همینجوری هم از شب زفاف ترس و استرس و اضطراب دارن و این کار شما باعث میشه که همسرتون درد بیشتری رو احساس کنه و این باعث انقباض مایچه‌های لگنیشون میشه و یه رابطه دردناک و سخت رو تجربه میکنه. هنگام برقراری رابطه بهتر خانم لبه تخت باشه، چون اینجوری درد کمتری حس میکنه و یه سری برنامه ریزی هم داشته باشید. مثلا ژل روان کننده در دسترستون باشه، چون ممکنه به هر دلیلی همسرتون دچار خشکی واژن بشه و به اندازه کافی مرطوب و لغزنده نباشه و برای نگرانی از بارداری کاندوم و یا قرص همراه داشته باشید و آقایون برای اینکه زود انزالی نگیرن ژل تخییری و یا کاندوم تخییری حتما همراه خودشون داشته باشن. خلاصه نکات بهداشتی رو رعایت کنید و خانم ها برای اینکه به مشکل نخورید برای خونریزی بعد از برداشته شدن پرده بکارتتون، نوار بهداشتی تو وسایل های دم دستیتون باشه. خلاصه ممکنه اولین تجربه رابطه جنسیتون با همسرتون بهترین نباشه، یعنی توقع بهترین رابطه رو نداشته باشین، چون به هر حال شما دارین اولین رابطه تجربه میکنید و به مرور بهتر میشه و سختی های شب زفاف که خود جای خود داره، که پر از نگرانی و استرس و استراب هست، که اگر این نکات رو رعایت کنید خیلی از این مشکلات برطرف میشه. و نکته آخر، خانم ها با همسرتون همراهی و همکاری کنید و خودتون رو خیلی سفت و محکم نگه ندارید، چون برای خودتون اینجوری بهتره. و اگر خیلی ترس از درد دارید، اسپری بی‌حسی همراه داشته باشید استفاده کنید، البته اگر حساسیت ندارید بشه. و کلام آخر، امیدوارم با در نظر گرفتن این نکات یه شب خاطره انگیز و رویایی برای خودتون بسازید و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و ممنون از همه شما که تا آخر همراه و بیننده این ویدیو بودین. لطفاً لایک و حمایت خوبتون رو از ما دریغ نکنید و فراموش نکنید آگاهی هنر زندگی است.